سلام، امروز میخوام بهتون این تیکه دوزی رو آموزش بدم که با یک روش خیلی ساده میتونید شما یه تیکه دوزی خیلی زیبا روی لباس یا روی قسمت هایی از پارچه هایی که مورد علاقتونه تیکه دوزی کنید. من این تیکه دوزی رو با استفاده از چرخ گلدوزی میخوام امروز انجام بدم و هر نوع چرخ گلدوزی که داشته باشین که حالت زیگزاگ فقط بهتون بتونه انجام بده چرختون، میتونید این تیکه دوزی رو انجام بدید. من این تیکه دوزی رو روی لباس دخترونه که خیلی ساده بود و دوخته بودم، میخواستم براش یه تیکه دوزی انجام بدم. این لباس یه یقه گرد ساده داره و یه آستین که حالت کلوش داره. زیر آستین و زیر لباس رو نوار دوزی کرده بودم و برای اینکه کار از سادگی در بیاد میخواستم یه تیکه دوزی هم زیر دامن این لباس داشته باشیم. اگه این دسته از ویدیوها رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. برای تیکه دوزی، خب ما اول که خودمون پارچه اصلی که میخوایم روش تیکه دوزی کنیم، که حالا من روی پیراهن میخوام این کار انجام بدم، یک یا چند تا تیکه پارچه احتیاج داریم برای اون تیکه دوزی هایی که میخوایم. یه طرح احتیاج داریم که این طرح رو میتونید خودتون بکشین یا میتونید از جای کپی کنید، از روی کتاب های گل دوزی یا تیکه دوزی میتونید کپی کنید و یه طرحی برای خودتون داشته باشید. و یکی از اون چیزایی که دیگه ما احتیاج داریم قرقره است. قرقره، من امروز میخوام از قرقره های TCM استفاده کنم. میتونید از این قرقره ها یا از قرقره های مز استفاده کنید یا از قرقره های گل دوزی، از همه اینا میتونید استفاده کنید. این قرقره ها یکم در واقع شفاف و براقه، جنس نخاش، واسه همین برای گلدوزی و تیکه دوزی میتونه قرقره های مناسبی باشه. حتما امروز به چرخ گلدوزی احتیاج داریم چون میخواییم با حالت 7 و 8 کار رو انجام بدیم و تیکه دوزی رو روی پارچمون انجام بدیم. بعد یک تیکه حتما لایی احتیاج داریم. لایی ها میتونه از لایی کاغذی میتونید استفاده کنید. من امروز از لایی کاغذی استفاده کردم یا میتونید از لایی پرشین استفاده کنید. برای تیکه‌ای که میخواییم به روی لباس یا روی کارمون تیکه دوزی کنیم، بهتره که کارمون پشتش حتما لایی چسبونده بشه که کار تمیز وایسه و خراب نشه. میتونید از یه چسب کاغذی هم استفاده کنید برای اینکه تیکه رو روی پارچه فیکسش کنید، یا میتونید از زام فیکس استفاده کنید که وقتی ما طرحو روی پارچه منتقل کردیم با زام فیکس به خود لباس وصل بشه یا به خود اون تیکه که میخوایم تیکه دوزی کنیم وصل بشه و بعد شروع کنیم به اون کار گلدوزی کردن رو. بریم با هم یه سری عملیات رو اول انجام بدیم، بعد بذاریم زیر چرخ و بدوزیمش. از اینکه طرح رو روی پارچه کپی کردم، امروز تیکه دوزی که میخوام انجام بدم کاملا یه پارچه یه تیکه است، یعنی نمیخوام از چند تا تیکه استفاده کنم. بعد از اینکه این طرح رو روی پارچم کپی کردم، میام جای قسمتی رو که میخوام تیکه دوزی رو روش انجام بدم و مشخص میکنم. این یه پیراهن دخترونه است که قسمت دامنش رو میخوام براتون تیکه دوزی کنم. میام جاشو مشخص میکنم، مثلا بچه ببینید این جلوی کار منه، من میخوام تو پای دامن قسمت سمت راست کارم تیکه دوزی رو داشته باشم. یا
میذارمش اینجا. حالا هر مدلی که میخوام این پره های گلم به چرخه میتونه به این صورت یا یکم اینجوری، حالا دیگه بستگی به این داره که این گلش شکلی باشه. جاشو مشخص میکنم نسبت پایین دامنم، نسبت وسط دامنم، نسبت به کنار دامنم، اینو میذارمش و دور تا دورش رو سنجاق میزنم. دقت کنید کارتون کاملا صاف باشه. این صورت اول دور تا دور کارو روی همین خطی که رنگ با مداد قهوه‌ای کشیدم، چون میخوام با نخ قهوه‌ای بدوزمش، مشکلی نیست که الان این حالت مدادی اینجا داره. اول میام یه چرخ ساده دور تا دور کارمو به این صورت میزنم، بعد میرم بقیه کار رو انجام میدم. امروز نمیخوام از پایه راست دوزی معمولی استفاده کنم، میخوام از پایه جا دکمه استفاده بکنم، چون شیشه‌ایه و خیلی راحت تر میتونم زیر کارمو ببینم. وقتی حالا اینو دوختمش به خود پارچه، ببینید پوششم با رنگ خود پارچه دوختم که مشخص نباشه، به این صورت تمیز روشم خیلی تمیز در اومد. حالا میام با یه قیچی کوچولو که نوک باریکی هم داره، میام دور تا دور این پارچه رو از اینجا جدا میکنم. حواستون باشه که پارچه اصلی رو نبرید، فقط خود این پارچه رو آروم آروم از کنار دوختتون جدا کنید. شکل در میاد. اگه شما بخواید اول این گل رو ببرید بعد دورش رو اینجوری نازک بدوزین خیلی سخته، ولی اگه اول بدوزینش بعد دورش رو با یه قیچی
خیلی ظریف و نازک مثل این بیاین دور تا دورش رو ببوری، خیلی براتون راحت تره. الان بهتون میگم تنظیمات چرختونم چجوری بذارین و دور تا دورش رو چجوری بذارین. خب همونجور که بهتون گفتم من از پایه جادوکلو دارم استفاده میکنم که پایه شیشه‌ایه و وقتی کار زیر پایم میمون وقتی دارم 7 و 8 میکنم بهتر میبینم. بهتره که درجه چرخ خودتون کالمان من ژانوم است، ما یه گفتم یه دوخت طولی داریم یه دوخت عرضی داریم. دوخت طولیمون این قسمته که هرچی این میره بالاتر دوختمون درشتر دوخته میشه و هرچی به سمت چپ میاد دوخت ریزتر دوخته میشه و قسمت پایین تو بخیه عرضیمونه که هر چقدر شما این پایه رو بیارید به سمت راست بیاری، مثلا مال من تا 5 الان عدد 5 داره، هرچی به سمت راست بیاری اون اندازه 7 و 8 تون درشت‌تر میشه. من میخوام اینو روی عدد 3 بذارم امروز و قسمت طولی چرخمو این درجه طولی چرخم هم روی این 4 تا صفری که اینجا داریم دقیقا مثل مدل جادکمه رو شماره 1 و 2 میذارم. اول حتما روی پارچه یه مقدار امتحان میکنم ببینم 7 و 8ش نزدیک به همه، دوره، بزرگه، کوچیکه، چجوریه. تنظیماتش رو روی تیک پارچه انجام میدم، بعد خود پارچه اصلی میرازم زیرش رو تیک دوزی رو انجام میدم. بچه‌ها ببینید من الان این 7 و 8 رو اینجا انجام دادم، میبینم فاصله 7 و 8 من از هم دوره. من میام این اهرمی که برای طول بخیه‌ام هست و یکم کمترش میکنم، یعنی به 4 صفر نزدیکش میکنم که این فاصله های 7 و 8 من کمی نزدیک هم در بیاد. بعد اندازه 7 و 8 تونم باید طوری باشه که خط بریده شده تون رو در گل پوشش بده، در واقع طوری باید باشه که این خط رو پوشش بده، یعنی کاملا این تیکه که بریده شده باید توی این 7 و 8 در بیاد. و اینم بهتون میگم که نازکی نخ شما به این 7 و 8 که میزنید بستگی داره. ممکنه نخی استفاده بکنید که یک کمی ضخیم تر از نخ من باشه و اگه بخواید انقدر 7 و 8 تون رو ریز بکنید خیلی ضخیم در بیاد. پس به ضخامت نختون هم این اندازه 7 و 8 بستگی داره. فکر میکنم دیگه الان همین اندازه خوبه. میبرم زیر چرخ تیکه گلدوزیمو و میدوزم. پس 7 و 8 هم طوری تنظیم میکنم که یک طرف سوزن من بیاد این قسمت پشت دوخت منو پر کنه و یه قسمتم روی این دوخت باشه. در واقع میخوام کناره های این گل توی 7 و 8 بسته بشه دیگه، یعنی بیرون نیاد، چیزی ازش بیرون نزنه.
بچه الان اینو دور تا دورش رو با 7-8 زدم. اگه 7-8 که زدین دیدین خیلی فاصلش زیاده، حتی میتونین یک دور دیگه دوباره این خودش دور روش رو 7-8 کنید که هم برجسته تر بشه، هم که کاملا پر بشه. حالا از مرکز گل شروع میکنم به چند تا حالت پرچم زدن. دیگه از حالت 7-8 کارو در میارم و یه دوخت ساده بهش میزنم. بچه اینم از گلدوزی یعنی تیکه دوزی روی لباسمون که تمام این پرچم‌ها رو با یه رفت و برگشت با چرخ ساده دوختم. دیگه از قسمت زیگزاگش استفاده نکردم و یکم هم پرچم‌ها رو رنگش رو تیره تر کردم. اگه نگاه کنید درش قهوه‌ای روشن‌تره و اینجا یکم قهوه‌ایش تیره تره. خب اینم از آموزش امروزمون. امیدوارم که امروز آموزش رو دوست داشته باشین. تا دیدار دیگر، بدرود.